ایتس مستر بومباستیک. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ اومدم بچه ها دوتا ویدیو پسترم براتون بزنم بهتون برسه، با اینکه الان باید میرفتم بیرون یه جا باید به کار فوری دارم باید میرفتم اونجا، گفتم بیام یه ویدیو براتون بزنم یه ویدیو بهتون برسه. سلام به روی ماهتون بچه ها. اکتیویژن خبرها دارم، اتفاقاتی که افتاده رو بچه ها براتون توضیح بدم. چطوری چیکار میکنید بچه ها؟ از دیشب بهتون میگم بچه ها، یعنی شاید بگم 99%ش کسایی که ویدیو دیروز اونها کرده، همه بچه ها رفته بودیم زیر پست اینستاگرام اکتیویژن. آد بعد تازه کار به جایی کشید، من خودم انقدر خندم گرفت بچه ها. یعنی چیز با این که اکانت خودم هنوزم بچه اکانت خودم بالا نمیاد، میدونم قضیه چیه. الان بهتون اومدم اصلا تو این ویدیو بگم چرا اکانت خودم بالا نمیاد، تازه فهمیدم بچه قرار زندگی بچه ها. رفته بودیم زیر پست بچه ها اینستاگرام که اسمش اکتیویژن، این پست آخرش اکتیویژن بچه ها. نکنین چی تو میگم بخندید یکم، یعنی بیارم بالا بنفون پستشو براتون بیارم بالا. نکنین پستای عادی اکتیویژن بچه ها کلا مثلا 100 تا کامنت میخوره. اوکی این پست آخریه که گفتم بچه ها برید اونجا، خب این بچه ها 5000 خورده کامنت خورده. بعد بچه ها من کامنتاشو به خدا میگم، داشتم دیشب هر کی بهم مثلا بهم زنگ میزنه میگفتم بچه ها چرا نشستین دارین با ما حرف میزنین، برید زیر کامنت های اکتیویژن رو بخورین از خنده پاره میشی بچه ها. کامنتی که آخری گذاشته بود تازه فهمیدم حالا جریان چیه. ببین چند تا کامنت ها رو بهتون بخونم براتون بخونم فهمید چه جریان چیه. لایک و سابسکرایب بکن تا کمربندی کبودت نکردم با دو میرم. لایک سابسکرایب کامنت. خب بچه ها چی شد این چی میگه؟ کامنت ها رو بسته. اولا داشت رو میزد چایی پیامی گذاشتن نمیشتم چون فکر میکردم دست هاکره، دست هاکره. گفتم به این چیز یارو یکم چیز بشیم بس بشیم بشه یکم بهش پیام بدیم شاید مثلا باش دوست شدیم، این چه خوبه برامون سیفی میگیره. اولین تیر در تاریکی رو زدم، خیلی اصلا ناراحت شدم بچه ها. اونجا نوشتم حالا میتونی خودم به این معلومه، نوشتم سلام دختری یه قلب شکستم براش گذاشتم، مثلا چی میگن گلگیرش کنم اینجوری شیفتش کنم شیفته داشمید بشه بعد بهش بگم برای همه سیفی بزن. فردا میگم بچا به هاکر گفتم برای همتون سیفی زد، ببین چرا قوی بود، ببین چرا بعد همه میگن داشمید تو فکر خودت. نه من به فکر همه بودم، اگه من باهاش دوست میشدم دیگه برای همه سیفی میزدیم، برای همه سیفی قدرتمند میزدیم بچا. بعد یه سری ها اومدن زیر همین سلام دختری نمیشتن داشمید تو دیگه چرا، داشمید سید قلبم شکست، سید قلبم شکست دیگه چرا، امید حولیان یه از این ها خجالت می کشیم. من دارم همت و جذب امت می کنم که برم اونجا. نه همت چی؟ همت رو دارم جذب می کنم یه کاری با همت دارم می کنم که برم، حالا یه کاری با همت می کنم دارم یه کاری می کنم که بچه ها برم سی پی گیرمون بیاد، دوتا به ما نمی رسه. بعد جوابمو نداد، شکست قلبی خوردم. گفتم چیکار کنم؟ یه کار دیگه میتونم کنم بچه ها. رفتم پایین تر کامنت دوم گفتم، گفتم حالا که این نمیخواد جواب بده شاید دستش بنده، گفتم ناگم حالا که دستته، حالا که اکانت دستته یه ده کاسیفی برام بزن. تیر آخر رو زدم به ما نمیرسه. بس به همه سیسوخی ها می استوری گذاشتم گفتم بچه ها برید اینجا سی پی پی ببینید میتونید بگیرید. بس خنده بود، گفتم بچه ها برید اینجا کامنت بذارید در این سی پی تون نمیرسه این کامنت. حالا کامنت عزیزان چند تا کامنت بچه ها براتون بخونم. هاکر باشه پسر قدیر باشه کامنت رو کن تو بچه ها. واقعا ناکن یکی این چیز جالب اینجاست، یکی اومده خدای چیش کرده بود چی نمیشته نشون بنازم کار ایرانی هاست. ما چرا حس میکنیم ایرانی ها با خودم ایرانی ها خیلی قدرتمندی ابر قدرت، همیشه این حسو بچه دارم، خودم این حسو دارم، من همیشه حس میکنم خودم تو ایران ابر قدرتیم، بیدون و بینم پشه گوره میذارم نسبتید، این همیشه حسو همیشه دارم. البته این حسه بچه اینجا هم بوده قطعا داره شکی نیست. بعد اینجا یکی دیگه بچه ها مجلس ختم گرفته نمیشه، این قصه دیگه آخراشه. حالا بچه ها ناکن این یزید بده بشه پلیرهای عزیز آرامش خود را حفظ بکنید، اکتیویژن بمرده. خجالت نمی کشید طرف اصلا الان اون طرف قلبش اصلا اکتیویژن بچه فکر نکنم یه دونه صاحب داشته باشه، یه 20 سر و صاحب یه 10 20 صاحب داره این یزید خونه دیگه بچه صاحب اکتیویژن زیاد داره، بخوام بهتون اینو بگم صاحب بچه زیاد داره. حالا بچه ها جریان از چه قرار بوده؟ اولا از اکانت خودم براتون شروع کنم ببین چرا آقا اکانت خودم رفته کجا، قضیه چی بود اصلا. نه از پایه شروع کنم از عقب چی شده. دیشب بگم من ویدیو رو برای شما زدم گلبم گرفته بود، نصف گلبم گرفته و خدای اکانتمون دیگه با این گیم پلی هم میگم من این مال یکی دو هفته پیش نمیدونم مال کی گیم پلی خرم میدونم یه 50 تا توش کیل زدم، یه گیم پلی 50 تا کیل براتون آوردم با اتچمنت.
اینجوری همه نگاهت داش رو می تو خودت پاک تو خودت چیتریانی تو بعد به اینا چیز میگی خودت همه رو هدشات میزنی بودو ببینم 29 تا کیل تو هم بیا بزنم بیخ گوشت تو کی هستی سیای کیستی بودو ببرم رو خونه خدافظ پدرتوسانی بچا داشتم در موردش صحبت میکردم آها چی شده قلبم گرفته بود ناگهان مسعود گل با یکی دو سه تا از دوستای دیگه هم منم پیام دادن یکی چند تا بچا ویدیو برام فرستادن چند تا عکس لیک شده برام فرستادن بعد داشمینو میگی هنوزم بچا سکتم هنوزم ادامه داره مقدار زیادی خب دلیل داره دیدم بچا از توییتر و اینور اونور اکتیویژن بچا عکس فرستادن توییتر چینی و مثلا این همه جا مثلا چیز داره دیگه همه جا چی میگن همه جا پیج داره دیگه تو توییتر خارجی داره همه جا داره دیدم عکس فرستادن این یارو قضیه رو اینا خودشون پست کردن این نوشته امرو 404 گذاشته اونجا اونا خودشون پست کردن گفتم چه جوریه اگه اینجا هاک شدی اونجا میری خودت پست مثل اینکه یکی بزنه بیخ گوشه من عکسشو بزنم استوری کنم میگم بچه‌ها زدم بیخ گوشم ای یکی از بچه‌ها اولش یه دو تا نامونه از اینجوری زدن گفتم فکر کنم رفع بلا شد این نامنظم رفع بلای ریز زدم مثلا مثل که از بیخ گوش اون گذشت رفتم دوباره برم توی اکانتم نرفت مثلا اکتیویژن این همه فشار خودم 4-5 دوباره بستم به دوست موستام رفتم تو تلگرام به همشون یکی سلام دادم گفتم آره همه اونایی که گفتن امید برو اونجا تو اکانت برو ببین اکانت هست یا نه به فکت دوم پی بردم فکت دوم این بود که به نظرم بچه اکتیویژن یزید خودش دیروز این کار کرده بود که اکانت ها تو نرن یه سریاش میخواست هایپ بده به قضیه یعنی مثلا اینجوری قضیه رو پربال بده سیستوختارش کنن بعد قضیه اصلی کلن جریان چیه این یزید بعد با زارا حرف زدم به این پیام زارا رو براتون بذارم بچه ها پیام زارا این اصلی ترین پیامی که فهمیدم اصلا کلن قضیه چیه داشو میده فریب خوردگی اون فهمی چیه به زارا پیام دادم زارا این نگو رو نگاه کن اکتیویژن اینستاگرامش رو زدن و گفت بابا چی داری میگی داشت میخوای نشون بدی دیشته روز اینا شو بزنن کارو بشه that's a promo for next season it's a hacker team season یعنی چی یعنی که سیزن بعدی تم هکره گفتم آخ اکتیویژن اما چطوره تا ساعت 3 شب خوابم نبرده سر چی سر اینکه اکتیویژن گورگ هر سیزن بعدی میخواد سیستم سیزن هاکری باشه مثلا دیدین یه سیزن تم میزنه چی میگن تم چی میگن تم مثلا هالووین میزنه تم برفی میزنه برای زمستون برای کریسمس تم زمستون میزنه این سیزن میخواد این تمو بزنه یزید چه کاریه با امید میکنه من از قلب دارم همینجوریش هم فشار دارم میخورم سیستوخیار نصفشون قلبشون در اومده امید ما هم رفتیم تو اکانت ما هم بالا نیومد قسم قرآن هم میدادم امید تون قرآن اکانت تون نیامد اکانت ما هم تون خدا هر کاری کردی برای ما هم بکن آدم بود که میگه امید این آیدی منه مال منم بالا نمیاد تون قرآن به هر چی چیز بود قسمم دادن که الان برید دایرکت من نکنین کلا قسمه امید اکانت ما هم تون خدا بیار امید با اکتیویژن میگه بعد اینو فهمیدم کار خود اکتیویژن نه چون بعضی وقتا بچا اصلا کلا اکتیویژن اچ پی یکو نگاه کن یزید و نکن اینا بچا تو بازی شناخته بودن اما نکن اینا بچا تو بازی شناخته بودن سیکس باشه گورگی بیابان باشه چا یزید سیکس بیا سیکس بودو بیا بودو بودو بیا بودو بودو آره بچه اینا اینقدر زده میشون دیدن کی دیدن کی نمیدونستن منم دیدن دارن چه پنجاتا میزنن کی چه پنجاتا میزنه کی داشو میده هر انگوشتی تریان کی جز من دست تو میگیره کی جز من ناخو اینجا بود بچه ناخو الان گوش کنید دقیقا گوش نیستاشون بخواب سرشون زیاد کردم بذاریم سرشون زیاد کرده بنا نمیدونم زیاد کردم بذاریم اینجا بچا یکیشون گفت داش امید بزن حلالت به تو میرسه اولش نگو اینجا یکم شک داشتن اما میومدن آقا اسکوادی میومدن آقا داشتن میزدن گفتن داشم بودو ببینم اینجا اودن مودن و کیتو داشتن راشم میدادن آقا کن داشتن راش میدادن همشون چسبیده بود من دیگه گفتم بیا اینجا یه چند تا تیک بمیر دیگه کیلم زیاد زده بودن بچا اسکواد آخر بودن دیگه راش ندادن گفتم بذار حداقل بازی وین بشه 46 تا زدیم میریم برای 50 تا میشنوی بذاریم زن استاشم بهم گفتم بذار فهمیدم منم ناخن اینجا که دیگه خیلی کیل زده بوده 50 گل میگه این اون بالا اومد ناخن دیدی میگه امیده فقط داش امیدو میشناسن دیگه میگن این داش امید این نوازندگی این دیلینگ دیلینگا فقط داش امید میکنه بچا قصه نخورید بذارید صدا رو خراب کردم قصه نخورید بچا همش نقشه های اکتیویژن بود
همه چی اوکی میشه. اومدم یه 50 تا کیل نوازندم جو گیم پلی گوشی داش خاک میخورد. گفتم بیا اینجوری خوشگرا آوردم براتون. لایک ویدیو رو بکوبید تا جمعه بچه‌ها میترکونیم. عاشقتونم. خودمون باشیم تا ویدیو دیگه. بای بای.